کاغذی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه دلمه بادمجان هستش. دلمه بادمجان یکی از دلمه‌های خوشمزه ایرانیه که در مناطق مختلف کشور به روش‌های متفاوتی طبخ میشه. مواد مورد نیاز برای دلمه بادمجان برای 3 نفر: گوشت چرخ کرده 200 گرم، گوجه فرنگی 3 عدد، بادمجان دلمه 3 عدد، سبزی معطر و سبزی دلمه‌ای که شامل گشنیز، جعفری، شوید، نعنا، ریحان، مرزه و ترخون میشه 200 گرم، نصف پیمانه برنج که منظور از پیمانه همون پیمانه پلوپس هست، نصف پیمانه لپه، 2 عدد پیاز نیاز داریم که یکی برای داخل دلمه و یکی هم برای سس دلمه هست، 3 حبه سیر، 2 قاشق غذاخوری ربع گوجه فرنگی، زردچوبه، فلفل قرمز و پودر فلفل سیاه، نمک و روغن به میزان لازم. لپه رو با مقدار آب می‌ذاریم بپزه، با مقدار کم مقدار آب روی حرارت قرار می‌دیم. نمک داخلش می‌ریزیم و برنجی رو که از 2 ساعت قبل خیس کردیم بهش اضافه میکنیم تا بتونیم برای دلمه برنج رو آبکش کنیم. برنج آماده است که دیگه آبکش بکنیم. مقدار روغن داخل مایکاوه میریزیم و روی حرارت قرار میدیم و پیازهای نگینی خورد شده رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم تا کمی پیازها سبک بشن. بعد از اینکه پیازها سبک شدن گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. گوشت ها که مقداری تفت کردن و رنگشون تغییر کرد میان زردچوبه، فلفل قرمز و فلفل سیاه رو بهش اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم. سبزی معطر رو هم خرد میکنیم و بهش اضافه میکنیم. سبزی معطر رو هم کمی تفت میدیم. لپه هم پخته، لپه رو هم بهش اضافه میکنیم. ببینید آب لفه کامل کشیده شده. لفه رو تفت میدیم و برنج آب کش شده رو هم اضافه میکنیم. و 2-3 دقیقه همه رو با حرارت بالا تفت بیدیم تا کامل مخلوط بشن با هم دیگه. مواد دلمه آماده. برای آماده کردن سس دلمه یکی از پیازها رو نگینی خرد میکنیم و با کمی روغن تفت میدیم. کمی که پیاز سبک شد سیر رو که خیلی ریز خرد کردیم بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم.
بعد از اینکه کمی تفت خورد روغ رو اضافه میکنیم. تفت میدیم تا زمانی که روغ رنگ باز کنه و خامر قرمزیش بیاد بیرون و بوی خامیش گرفته بشه. روغ که کمی تفت خورد زردچوبه، فلفل قرمز و پودر فلفل سیاه رو اضافه میکنیم همراه با نمک، کمی تفت بدیم و گوجه فرنگی ها رو که به صورت پوره در آوردیم اضافه میکنیم بهش. بعد میایم دو تا پیمانه آب جوش بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا سس به جوش بیاد. سس دلمه بادمجون آماده شده، کنار بذاریم. خالی کردن داخل بادمجون‌های دلمه‌ای. بادمجون‌ها رو خوب می‌شوریم، خشکش می‌کنیم. بعد میام داخلش رو خالی می‌کنم. با یه چیز نوک‌تیزی، حالا هر وسیله که دم دستتون هست، خیلی آروم داخلش رو خالی میکنیم بدون اینکه پارگی در بادمجون ایجاد بشه. باید مواظب باشیم که آسیب به دیواره بادمجون وارد نشه. بادمجون رو کامل داخلش رو خالی کردم. البته شما مواد میانه بادمجون رو میتونید دور نریزید. باید میتونید یه با یه مقدار سرکه ترشی ریته فوری درست کنید. بادمجون رو داخل سرکه بریزید و روی حرارت قرار بدید و ترشی ریته درست کنید با سیر و فلفل و نمک. مرحله بعد میایم داخل بادمجون رو با موادی که قبلا آماده کرده بودیم پر میکنیم. فقط باید مواظب باشیم که خیلی پر نکنیم. بعد از اینکه داخل بادمجونا رو پر کردیم، اونا رو داخل یه ظرفی میذاریم و سوسی رو که آماده کرده بودیم بهشون اضافه میکنیم. یه مقدار از سوس رو هم میتونیم داخل بادمجون بریزیم. بعد درش رو میذاریم و روی حرارت قرار میدیم. اگر از مواد دلمتون اضافه موند میتونید داخل گوجه فرنگی رو خالی بکنید و دلمه رو داخلش بریزین یا در مراحل بعدی استفاده بکنین ازش. بعد از اینکه سسش رو ریختیم روی حرارت قرار میدیم. ابتدا حرارت یه مقدار زیاده، به محض اینکه سس به جوش اومد حرارت رو کم میکنیم. یک ساعت دیگه غذای ما آماده است. دلمه بادمجون آماده شد. امیدوارم شما هم این دلمه خوشمزه رو آماده و میل بفرمایید. اگر خوشتون اومد ما رو لایک کنید و به کنال ما بپیوندید. ترشیهایی رو هم که اینجا میبینید ویدیوهاش توی کانال هست میتونید ملاحظه بفرمایید.